همراهان گرامی سلام، به پیام پادکست خوش آمدید. در این برنامه روی موضوع گروه حاکمین بی‌سواد فعلی افغانستان چند کلام مهم را با شما در میان می‌گذارم. لطفاً به ادامه برنامه توجه کنید. خاموش باشید، هر کی بمب عقیده و عاقده‌شان را بر شما آزمایش و انفجار می‌دهند. لطفاً بیدار شوید. مردم افغانستان، شما توانستید کمونیست افراطی را با شعار اسلام در خطر است شکست بدهید. حالا اسلام افراطی انسانیت را در خطر انداخته، شما باید جنبش بیداری و اتحاد را شکل دهید و اسلام افراطی را نابود کنید. خاموش باشید، هر که بند عقیده و عقده‌شان را بر شما آزمایش و انفجار می‌دهند. این دلیل مردم عزیز افغانستان، لطفاً بیدار شوید. اگر سیاسیون و رهبران اقوام تاریخ را چندین بار بر شما تکرار کردند شما را از رفتن به جلو و از پیشرفت در یک قرن اخیر باز داشته اند، این بار نوبت شما است که به گذشته بازگردید، تاریخ را دوباره از سر نوشته کنید. حالا انسانیت و حق زندگی اکثر زنان و مردان افغانستان در خطر است. لطفاً نگذارید پیوسته و آرام زنان را از حق زندگی سالم محروم کنند و مردان را با کشتن توسط انفجارات و افراد مسلح از حق زنده بودن محروم کنند. لطفاً علیه اسلام افراطی و بی‌سوادی مطلق از هر طریقی که امکان پذیر است بایستید. مردان افغانستان، لطفاً زنان را تنها نگذارید، زیرا گروه بی‌سواد و غیر منطق حاکم هر کدامتان را جدا جدا میکشند و از حق انسانیت و از حق زندگی محرومتان میکنند. لطفاً این پیام را با دیگران به اشتراک بگذارید. امیدوارم زنان و مردان افغانستان برای ادامه حیاتشان به هم دیگر کمک کنند. تشکر از توجه و همراهی شما.